این مرد از معدود کاندیداهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. حبیب منگل از اعضای برجسته سابق حزب وطن یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان در رژیم تحت حمایت شوروی سابق است. او هنوز آرزوی تشکیل دولت حزبی را در این کشور دارد. آقای منگل در 18 سالگی به عضویت حزب وطن درآمد و پس از مدت به ریاست بخش فرهنگی کمیته مرکزی آن رسید. در سال 1360 به سمت سفیر کبیر افغانستان در مسکو و سفیر غیر مقیم در کشورهای فنلاند، رومانی و قبرس مقرر شد و 6 سال در این سمت کار کرد. در همین دوران بود که گفتگوهای با میانجیگری سازمان ملل متحد برای خروج نیروهای شوروی از افغانستان آغاز شد. آقای منگل نقش مهمی در راه اندازی این گفتگوها بازی کرد. او میگوید از رهبران شوروی سابق برای ادامه حمایت از دولت کمونیستی افغانستان پس از خروج نیروهایش از این کشور تضمین گرفت. این دیپلمات سابق همچنین از طراحان برنامه مشی مصالحه ملی دولت دکتر نجیب الله بود که زمینه پیوستن شمار زیاد از فرماندهان مجاهدین را به دولت وقت فراهم کرد. 18 سال قبل و پس از سقوط دولت به رهبری حزب وطن، حبیب منگل به خارج از افغانستان رفت و در کشور هلند اقامت کرد. اما به گفته خودش مبارزات حزبیش همچنان ادامه یافت و پس از سقوط رژیم طالبان به افغانستان بازگشت. او برای انسجام بیشتر فعالیت‌های سیاسیش، حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را همراه با جمعی از دوستانش تأسیس کرد که بیشتر اعضای آن را همان اعضای سابق حزب وطن تشکیل می‌دهند. حبیب منگل 61 سال دارد و فرزند یک از بزرگان محلی ولایت خوست است. او فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه کابل، متأهل و پدر 4 فرزند است. آقای منگل اوقات فراغتش را با خواندن کتاب و دیدن دوستانش که بیشتر از همفکران سابقش هستند می‌گذراند.